مسلمانان دهلی میترسند که هرگز شاهد اجرای عدالت در مورد جنایت های ضد مذهب نباشند. هنوز یک سال پس از خشونت در شهر دهلی قربانیان توسط پلیس مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و تهدید به سکوت می شوند تا آنجا که متوجه شدن قانون به ابزاری علیه آنها تبدیل شده است. ارفان مسلمانی که در هند زندگی می کند تقریبا یک سال است در خانه اش مانده و می ترسد که خانه اش را ترک کند اکنون حدود یک سال است که زندگی ارفان به عنوان یک مغازدار ساده مسلمان از هم پاشیده است 23 فوریه 2020 به مدت سه روز خشونت های مشترک در شمال شرقی پایتخت هند رخ داد این بدترین درگیری مذهبی در این شهر در چهار دهه گذشته بود اگرچه هندوها و مسلمانان در این خشونت ها نقش داشتند اما بیشتر مسلمانان بودند که قربانی و توده های خشن و افراطی هندو شدند که در محله ها پرسه می زدند بسیار از افراد درگیر از خارج دهلی سفر کرده بودند و اسلحه و مواد منفجره به همراه داشتند مسلمانان در خیابان ها مورد ضرب و و یا هدف تیراندازی قرار گرفتند هزاران مغازه و خانه آنها مورد حمله قرار گرفت و بسیاری از مساجد تبدیل به ویرانه شد. به طور کلی از 53 نفری که در این خشونت ها جان خود را از دست دادند چهل نفر مسلمان بودند. برخی از مسلمانان که آسیب های جسمی یا مالی دیده اند در زمان مراجعه به اداره های پلیس برای شکایت به رغم شناختن حمله کنندگان و وجود شواهد عینی خود و یا نزدیکانشان به آشوبگری متهم شدن به این ترتیب است که مسلمانان در هند دیگر هیچ امیدی به اجرای عدالت در این کشور ندارند به ویژه در زمانی که سرکوب مسلمانان در هند مورد بی توجهی مجامع بین نیز قرار گرفته است